پیش از اینکه ادامه بدم به عنوان موتیویشن اینکه قراره چه چیزی به دست بیاریم، چیزی بیارم نشونتون بدم. میتونم انتایر اسکرین بزنم. اینجا هست. این کدی که یکی از بچه ها قبلتر نوشته بوده. ما برای اینکه همون مثلا peak at the threshold، همونطور که احتمالا تو صحبت های دکتر موحد هم ظهر دیدید، تا توابع تحلیلی داریم و مسئله رو میتونیم واقعا به صورت تحلیلی حل بکنیم برای یک سری حالت خاص. و مثلا اتفاقی که میفته اینه که در این مورد خاص اگه اون جوابها رو حل بکنیم، همونهایی که ایاتون باشه به اسپکترال ایندکس ها و اون موارد وابسته بودن، اگه بیاییم برای یه دادهی که میدونیم چه شکلیه اون رو واقعا تحلیلی حل بکنیم و بعد بیاییم اندازه‌گیری انجام بدیم، پیک ات ده ترشولد رو مثلا حساب بکنیم، اینو قبلا یکی از بچه ها انجام داده بوده، میبینید که خیلی دقیق و تمیز میتونن اینا رو هم دیگه بیفتن. و این دوتا نموداری که اینجا میبینید، یکی جواب واقعا روی دیتا شمردنه، یکیش تابع تحلیلیه که برداشتیم پلات کردیم. حالا این رو شما تابعش بهتون داده میشه توی تمرین ها، بعدتر خودتون خونه اینا رو با هم دیگه انجام میدید که بندازیدش روی هم دیگه الان. ولی بریم سراغ این که اصلا این تابع رو خودمون حالا بنویسیم که حالا هر فیچری از ما خواستند بتونیم حساب بکنیم. هستی و صدا من دارید و علیه احتمالا. خب بیاید از همین چیزی که قبلتر داشتیم، من با اجازه یکم اینو کوچیک‌تر بکنم، از همین چیزی که الان داشتیم استفاده بکنیم. ما اینجا میبینیم چی کار میکنیم. ما اینجا میایم روی ترشهولد های مختلف یه لوپ میزنیم، بعد پیک پیدا میکنیم. بیایم همین کار رو انجام بدیم، یعنی بیایم اول روی پس من اون تیک های اول رو اصلا کپی میکنم، تا اینجا رو میام که دارم روی ترشهولد های مختلف میچرخم. حالا توی هر کدوم از ترشهولد هام میخوام یک دور روی داده ها بچرخم و یه سری سوال ازشون بپرسم. چه سوالایی بپرسم؟ پس بیایم یه دور روی همه پوینت ها مثلا بچرخیم. فور چی بنویسم؟ فور پوینت اصلا. فور پوینت این لن رنج که نه. این رنج از کجا تا کجا؟ لن دیتامون که اینجا حالا اسمشو گذاشته بودیم گاوس، حالا فعلا برای این مورد خاص حل میکنیم، بعدتر جنرالش میکنیم، تبدیلش میکنیم به یه فانکشن. میگیم که for point، فقط این مورد این که چون من وقتی اونورم این طرف رو نمیبینم، نرگس اگه احیانا کسی یا آقای جلالی اگه کسی سوالی داشت لطفا من بگی، چون اینجا نوشته باشن من نمیبینم اون رو. میگیم که for point in range len goes، بیا یه سری کار انجام بده. من اینجا واقعا یه بار بنویسم که الگوریتم رو بنویسیم که قشنگ معلوم باشه داریم چی کار میکنیم. ما یه لوپ میزنیم روی threshold های مختلف و این threshold حالا از این مینیمومی تا ماکسیمومی با یه تعداد خونهی میریم اینو. و اینم که اینجا نتیجه یکی میخواییم بهش برسیم، میخواییم نو داشته باشیم و اینجا ان داشته باشیم. میگیم که رو threshold های مختلف برو، حالا به هر کدوم از این threshold که رسیدی باید تعداد اون ویژگی رو بر ما بشماری. برای اینکه تعداد اون ویژگی رو بر ما بشماری، پس باید یه لوپ جدید بزنی. اون لوپ روی ترشولدا بود، این لوپ روی دیتا است. توی لوپ روی دیتا از دونه به دونه یه دیتا پوینت ها بپرس که آیا اون فیچر رو دارند یا ندارند. در این مورد مثلا لوپ ها ما میخواییم کلاس هاشون رو انتخاب بکنیم، پس میگیم که
به هر دیتایی که رسیدی بیا بپرس که همون کلاسی بود که برای چیز انتخاب کردیم دیگه، برای پی دی اف توی دیروز مسئله دیروز حساب کردیم، بپرسیم از دیتات بپرسی کلاس چندمی، اینجوری گفتیم میپرسیم که همون دیتا پوینت رو منهای مینیموم میکنیم تقسیم بر اون دلتا ایکسی که داریم و اینو اینتجرش رو برمیداریم کلاسش مشخص میشه. حتی اینجا اگه منهای مینیموم هم نکنیم هیچ اتفاقی نمیفته، چون فقط میخوایم از آدمهای مختلف بپرسیم، از پوینت های مختلف بپرسیم کلاس چندمید و با هم مقایسه کنیم. حالا اگه اینا سطح صفرشون هم یکی نباشه هیچ اتفاق بدی نمیفته. میتونیم از کیه سمت راستش بپرسیم همین سوال رو، تو کلاس چندمی؟ بذارید به جای اینکه به علاوه بذارم یه اسم بهتری بذارم، کیه برایت مثلا، کلاس چندمی. از کیه لفتش هم میپرسیم کلاس چندمی، مشخص میکنیم این رو. و حالا ما سه تا کلاس داریم، فرض بکنید این دیتا هامون این شکلی هن و ما اومدیم این رو برداشتیم، دوتا همسایه بغلش هم برداشتیم، ازش پرسیدیم شما کلاس چندمی و فرض کنیم کلاس بندی همون این شکلیه، این میاد یه کلاس مشخص میکنه، این کلاس کیه، این توی کلاس کیه آره، این کیه لفته. حالا باید فقط کافیه که یه شرط بذاریم، بذاری من این لوپ هامم یکم لوپ هامم یکم بالندتر بکنم که معلوم باشه داریم این لوپ رو ادامه میدیم، این لوپ ها تموم نشدن هنوز. چی میپرسیم؟ میپرسیم که اگر یه کاندیشنی برقرار بود این فیچر رو به عنوان فیچر مورد تایید ما قبول کن، اگه نبود که هیچی. که اینجا کاندیشن چیه در مورد مثلا پیک؟ کاندیشن اینه که کلاس این پوینتی که الان روشیم بزرگتر باشه از کلاس لفتش و کلاسمون بزرگتر باشه از کلاس رایتش. این میشه تعریف پیک. حالا الان برای اینکه حالا بذارید اون آپ کراسینگ رو توی دو دقیقه دیگه بگیم که اینا با هم دیگه قاطی نشن، بس میخوایم این سوال رو بپرسیم. الان اومدیم روی پوینت هامون داریم میچرخیم، اچ هم مشخصه، گفتیم میایم یه بار کلاس مشخص میکنیم، میگیم که کلاس این پوینتی که الان هستیم، بچه بذاریم پوینت چون واقعا داریم ایندکسش رو میریم، بچه بذاریم آی پوینت هست گاوس آیوم، دیتای آیوممون. گفتیم مثلا نیازی هم نیست منهای حد اقلش بکنیم چون کلاس در هر حال مشخص میشه، تقسیم بر دلتا ایکس که دلتا ایکس همون هم بذاری دلتا ایکس همون بالا مشخص بکنیم داشته باشیمش. اسمشو میذارم همون دی ایکس هست ماکسیموم منهای مینیموم، همون چیزی که اینجا داشتیم دیگه، یه بار قبل حسابش کرده بودیم، اینجا همونو کپی کنم. آره اینجا حسابش کرد، دلتا ایکس هست دیتای ماکسیموم هم منهای دیتای مینیموم هم تقسیم بر اون تعداد بینی که دارم. و بعد میام از هر کلاس میپرسم که شما کلاس چندمی و کلاسی موجود اینتجر، به این دو کار میتونم بکنم. یکی این که بیام واقعا اینو بگم اینتش رو حساب بکن، کار خوبیه ولی یه مشکلی داره، اینکه اگه اینتش رو حساب بکنم سر دیتاهایی که منفی باشن ممکنه یکم مشکل بخوریم. من یادم نمید توی پی دی اف که داشتم براتون حساب میکردم آیا گفته بودم اینت رو حساب بکنید یا چیکار بکنید، بذارید من فرق اینها رو بگم. اینت میاد چیکار میکنه؟ اینت میاد شما مثلا عدد 5.63 بهش بدید، میاد بخش اینتجرش رو برمیداره اینو 5 بهتون پس میده. بیایید عدد منهای 1.74 بهش بدید،
باز میاد اینتشو برمیداره، یعنی میاد منهای یک بهتون میده. این خیلی خوب نیست، چون انگار وقتی ما داشتیم فرض کنید خط صفر باشه، انگار وقتی داشتیم جو مثبت ها حرف میزدیم میاد همه چیز رو به پایین روند میکنه، یعنی این یک، این دو، این سه، دو و نیم رو میندازه روی دو. ولی وقتی داریم میریم سمت پایین که این منهای یک باشه، منهای دو باشه، منهای سه باشه، منهای دو و نیم رو میندازه رو بالایی، دوباره میکنه منهای دو، انگار اونجا داره به پایین روند میکنه، اینجا داره به بالا روند میکنه. به همین دلیل به جای اینکه اینت بذاریم که خب برای مثبت ها خوب داره کار میکنه، چیز جنرال بذاریم کلا بتونه خوب کار کنه، از من یه تاب دیگه استفاده میکنم به اسم numpy.floor. numpy.floor میگه من به اولین عدد اینتجری که سمت پایینش هست اینو روند میکنم، که خب این خوبه چون داره مثبت ها و منفی ها رو با یه چوب میرونه و اینا یکسان داره عملش برشون. حالا این کی بود؟ کی لفت میشه دقیقا همین چیزی که اینجا داریم، ولی برای یک داده سمت چپتر، یعنی آی منهای یک. فقط حالا دقت بکنید، چون آی منهای یک داریم، باید اینجا دیتامون رو از دیتای شماره یک شروع کنیم، نه از دیتای شماره صفر، چون دیتای شماره یک همسایه سمت چپ نداره. پس من از دیتای اول شروع نمیکنم، از دونه بعدی شروع میکنم که به این مشکل مرز نخورم. k-right رو هم میگم که باز همین موجودی که الان داشتیم، ولی برو سمت راستش رو لحاظ بکن، و باز اینجا این رنجم رو یک دونه کم میکنم که سمت راست که دارم میرم به آخرین دیتا که میرسم همسایه سمت راست آخرین دیتا وجود نداره، پس میگم یکی مونده به آخریه متوقف شد. اینجا کلاس ها رو مشخص کردیم، بیام شرطی که میخواییم رو بذاریم، میپرسیم که اگر کی بزرگتر بود از کی لفت و کی بزرگتر بود از کی رایت، بیا بر ما یک کاری بکن. چی کار بکن؟ این چیزی که الان داری میبینی رو باید به عنوان چیز در نظر بگیری، باید به عنوان قله قبول بکنی. آها یه نکته، من الان دارم این کار میکنم، میخوام پیک اباو ترشهولد حساب بکنم، پس یه شرط سوم هم داریم، اینکه اون نقطه‌ای که داریم میبینیم قله باشه کافی نیست، بعد above the threshold هم باشه. پس میگم و بیا این کی که حساب کردی، شرطم اینه که کی که حساب کردی بزرگتر باشه از h-ی که من قبلا بهت داده بودم. حالا اگه همه این شرایط صدق میکرد، بیا اون قله رو به من بگو پیدا شده. میایم چیکار میکنیم؟ میایم من یه چیزی موجود جدید اینجا میسازم، توی هر کدوم از اچ ها از نو دوباره تعریفش میکنم، میخوام یه آرایه موقتی داشته باشم که پیک هامو بریزم توش، اسمشو دی میذارم مثلا، هست numpy dot zeros با چه طولی؟ با طول همون با طول دیتایی که دارم، پس با طول لن گاوس. این چیه؟ این یه آرایه خالی از صفرها که میتونم اینجا بگم که شما وقتی یه جا پیک پیدا کردی، برو توی اون آرایه اون جای متناظر، اندیس متناظر رو بردار، از صفر مثلا تغییرش بده به یک، که من بدونم جای صفرم دقیقا کجاست. میتونم مثل مورد قبلی، یعنی میتونم هم این کاری که الان دارم میگم و انجام بدم، هم میتونیم این کاری که این تابع آماده سایپای میگه رو انجام بدیم، یعنی اینکه خروجیش چیه، اندیس پیک ها رو خروجی میده. بذارید من جفتش رو انجام بدم برای اینکه الان اشتباه نشه، اینو بر میدارم. پس الان بذارید یه کاری بکنید که خروجیمون دقیقا با سایپای یکی باشه، حالا اون یکی دیگر رو بعدتر براتون میگم. اون یکی مزیتش اینه که بعدا به کلاسترین که برسیم برام کار کردن با اون یکی راحت تره، ولی الان بیایید با همین خروجی استاندارد سایپای کار بکنیم.
یعنی اینکه بگیم الان اون اندیسی که پیدا کردی رو برای ما به عنوان پیک حساب بکن، چون فقط داریم چگالی حساب میکنیم. بیا اصلا من یعنی جای واقعا پیکم برام الان اهمیتی نداره، بیا به یه شمارشگری هی موجود اضافه بکن. یعنی اینکه این بفرمایید ببخشید بسطن نه یه رز کلتو بیار بیزنم. بله بله. فرض کن که مثلا اینجا دی ایکس باشه یک دام. خب بله. دیتای شما از در واقع از منفی 3 تا 3 خب بله و کی از منفی 3 میشه تا 3 خب و این بله. اچتون هم بین در واقع منفی 3 تا 3 است. خب این شرطی که گذاشتی کی بزرگتر از اچ به نظر من اینو باید تصحیح کنی. آها بله 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 بله. الان اتفاقی که افتاد این بود که من کی ها رو کلاس بندی کردم و دارم راجع به کلاس ها حرف میزنم، ولی اچ هم همچنان داره با مقیاس داده واقعی کار میکنه. یعنی اگه من اینو ران میکردم میدیدم که داره خروجی چرت و پرت به من میده، چون کی هم داره از کلاس حرف میزنه، اچ هم داره مقدار واقعی رو حساب میکنه ازش حرف میزنه. برای همین اچ هم بعد یک بار کلاسش ازش پرسیده بشه، یعنی بعد بپرسیم اون ترشهولدی که الان داریم ازش حرف میزنیم خودم ترشهولده تو کلاس چندمه، اسمشو بذارم که یه اچ مثلا، که یه اچ هست نامپای داد فلوره، اچ هم تقسیم بر دلتا ایکس. الان کلاس اچ مشخص شده و اینجا باید با که یه اچ مقایسش بکنیم. درسته محمد حسین؟ حالا اگه به نظرتون باز جایی من اشتباه کردم لطفاً حالا چه شما چه بقیه دوستان جایی متوجه شدم اشتباه میکنم اصلاح بکنید. مرسی ازت. حالا گفتیم بیاییم یه کاری بکنیم، ما که اهمیتی برامون نداره که جای پیک ها الان کجاست، چون فقط داریم میشماریم. بیاید اصلا جاشون هم ذخیره نکنیم و فقط همون تعداد رو بشماریم. برای همین تو هر کدوم از چیزها، تو هر کدوم از اچ ها من یه دونه متغیر تعریف میکنم به اسم مثلا ان بزرگ که نماینده تعداد باشه. هر دونه پیکی که پیدا کرد رو بهش میگم بیا به ان بزرگ یه دونه اضافه بکن. میاد چی کار میکنه؟ میاد توی هر دونه از ترشهولد ها رو کل دیتا میچرخه، تعریف میکنه که الان این کلاس ها چه شکلی هن، یه سری شرط رو چک میکنه، اگه شرط ها برقرار بودند اون نقطه رو یعنی یک دونه عدد اضافه میکنه به این. تهش وقتی که رو کل دیتا چرخید توی این threshold میگم که بیا این کوچیک رو، که این کوچیک چی بود؟ این کوچیک همون ان بر حسب نوعی بود که میخواستیم باش کار بکنیم. ان شماره چندمش رو، ان شماره آیوم رو، آی که این آیو من اینجا اسم اینو گذاشته بودم آی، پس اون بیرونیه رو اسمش رو میذارم جی مثلا، یه چیز اندیس علکیه، اندیس دامیه، چیز میتونیم بذاریم. این NJ رو مساوی قرار بده حالا با N بزرگ، و البته چون J رو هیچ جا چیز نکردیم، J رو دستی باید بچرخونیم، J رو پلاس مساوی یک کن که وقتی میریم تو threshold بعد J یه دونه عوض شده باشه. اصولا این باید کار بکنه. یه جا میگه J is not defined. آها چون من اینجا J بزرگ گذاشتم، بالا J کوچیک گذاشته بودم. میاد یک دور میچرخه و اینا رو حساب میکنه ببینیم آیا جای غلط داشتیم یا نداشت، جای اشتباه و غلط داشتیم یا نداشتیم. چرا داره طول میکشه؟ شاید چون تعداد بینا زیاده، ولی خب آره کلن کار کندی هست، چون من به ازای هر کدوم از بین هام دارم یک دور رو کل دیتا میچرخم. بعد دیتا ما دقت بکنید 10,000 تایی برداشتم، کار زمانبری هست، میتونیم کوتاهترش بکنیم و بعدتر حالا یه سری کار دیگه بکنیم برای اینکه این تونتر بشه.
بیایید ببینیم چی شده. PLT داد اصلا پلاتمون رو این بالا داشتیم اصلا تو همین بازه که قبل هم حتی نیازی نیست. PLT داد پلات کن برامون خروجی اینو. خروجی رو کجا ریختیم؟ خروجی ریختیم توی چیزی به اسم N. میبینیم که دقیقا همونی شد که اینجا چیز داشت برامون حساب میکرد، سایپایی داشت برامون حساب میکرد. ولی الان مزیتی که داره چیه؟ مزیتش اینه که شرطش رو دستی خودمون نوشتیم، از تابع آماده find peaks استفاده نکردیم. اگه من این شرط رو هر چیز دیگه ای بذارم، از peak میتونه تبدیل بشه به مثلا up crossing, down crossing, sharp clipping، هر چیزی که باشه. یا میتونم اون نمونه های مشروط که اون کاندیشنالی که دکتر موقت تو صحبتشون داشتن میگفتن رو اینجا تو این شرط ها لحاظ بکنم. آیا کسی سوالی داره از چیزهایی که تا اینجا داشتیم میگفتیم؟ اگه سوال عمومی هست بپرسید، اگه نه بریم که خودتون یک بار این تابعی که الان نوشتیم رو بنویسید. مهدی دستش بالاست، بفرمایید مهدی. قد شده میگم یکی above threshold که داریم حساب میکنیم، از خروجیش اگه یه مشتق بگیریم میشه همون add threshold. یه نکته. بعد یه نکته دیگه هم، حالا این کوده رو میتونن efficient تر بنویسن چون خیلی اینجوری رانشون میکشه. یه با بگن یه شرط کدوم از پوینت هامون از سمت راستش بیشتره و یه array خروجی میده و کدومی که از سمت چپی بیشتره و جایی که این دوتا شرط برقرار بود مقدار رو برگردون. بعد آخر سر روی مقدار پیکایی که به دست اومده میایم فقط ترشولا رو نگاه میکنیم، دیگه رانش خیلی سریع تر میشه. دقیقا. این کدی که الان داشتیم چون از نظر شهودی راحت ترین چیز ممکنه اول اینو نوشتیم، ولی خب مشکلش اینه که دوتا لوپ تو در تو داره که لوپ تویه رو همه ی دیتا هر بار داره میچرخه، یعنی به ازای هر کدوم از ترشولدا داره واقعا رو همه یه بار میچرخه، به خاطر همین اصلا افیشنت نیست. جاش میتونیم اون چیزی که مهدی گفت انجام بدیم یا حتی کار دیگه میشه کرد، اونو بذارید حالا بعدتر دوباره مجزا توضیح میدیم که الان با این قاطی نشه. مهدی تو میکروفون تو از دست دادی، قاطی نشه با این که چیز نشه، همین قاطی نشه. الان اون بهینه تره رو یه بار دوباره مفصل براتون توضیح میدیم بعدتر. من صحبتی نداشتم دیگه، خاموش کردم. چون دستت بالا بود من فکر کردم. بچه‌ها فکر کنن میخوام برن چیز کنن، یه حل کنن دوباره. آره بچه‌ها اگه ممکنه یک بار اینو خودتون بنویسید، اگه سوالی نیست میتونیم اینجا ساکت باشیم و خودتون بگم. بله دکتر. من میتونم یه چیزی اینجا شیر کنم دوستان ببینن؟ بله. عرضم به حضور شما که چیزایی که من گفتم در مورد نامبر دنسیتی مثلا قله و کراس و این حرفا، خب برخیش گفتم میشه اگر مثلا به خصوص واسه میدان یکی بالا یه بودی باشه میشه به صورت تحلیلی نوشتش، که من نموناش هم نوشته بودم اونجا. حالا مثلا اینجا من یه دونه ماتماتیکا استفاده کردم، کوچیک شد، استفاده کردم. دکتر اگه ممکنه متنش رو یکم درشت‌تر بکنید. آره همون دنبال کامندش فکر کنم اگه همون توش باشید کنترل رو بگیرید و اسکرول بالا برید خودش درشت بشه. کار نکرد. خب پس اون پایینش بعد یه من یه چیز کوچولو دارم میبینم نشه 100%، اونو اگه بزرگتر کنی بیشتر میشه. بکنم خوب شد نه؟ بله. در واقع این همون کامیولنت دو بود یا اون ماتریس یا کووارنس ماتریس بود. من اینجا دارم نامبر دنسیتی قله ها رو برای میدان گوسی به صورت تحلیلی حساب میکنم. خب بایستی آلفا آلفا رو بنویسم که اسمش نوشتم سیگما سفت، و آلفا اتا رو نوشتم که صفره، حالا گفتم آیزوتروپه،
و آلفا زتا رو نوشتم مشتق دومو که گفتم با اسپکترال ایندکس ها به این صورت نوشته میشه. اینم سطر بعدی، اینم سطر بعدی، بنابراین این ماتریسه درست شده. بعد من اینورسش رو نیاز داشتم که اینورسش کردم، حالا دترمینانش هم نیاز داشتم که ضریب بشه. خود ماتریسم آلفا و اتا و کیسی، اینجا همون کیسی نقش زتا رو داره بازی میکنه، ترانسپوزش هم نوشتم. در نتیجه پروبابیلیتی دیستریبیوشن فانکشنی که به صورت مالتیوریت گاوشیان فرم بود میشه این، چون سه تا موجوده میشه دو تا پای به توان منفی سه دوم و دترمینان همین کوواریانس متریکس هم که نوشتم، این هم میشه اکسپوننشیال، در واقع این A ترانسپوز ضرب در اینورس کوواریان ضرب در خود A که شکلش میشه این فرمی. بعد برای اینکه مطمئن بشم که این درست کار میکنه نرمالایزش هم چک کردم، یعنی در واقع اینتگرال گرفتم روی آلفا از منهای بینایت و مثبت بینایت، منهای بینایت و مثبت بینایت، اینم همینجور. حالا معمولا تو کسی که حالا مثلا با ماتماتیکا و میپل کار کردن سر انتگرال گیری های معین میخوان کار بکنن، به خصوص البته انتگرال گیری نامعین میخوان کار بکنن بس اساس این پارامترها، حالا اسامپشن هایی میتونه کمک بکنه که این انتگرال جواب داشته باشه. حالا من از اونجایی که میدونستم این پارامترام چجوری هستن اسامپشنش هم گذاشتم، این انتگرال هم که گرفتم شده یک، نشون میده که این مالتی وریته کار میکنه. حالا اگه یادتون باشه نامبر دنسیتی پیک گفتم انتگرال گیری باید بکنم روی این پروبابیلیتی و اون کاندیشنه، که کاندیشنه یه دونه ابسولوت، در واقع ابسولوت یعنی دترمینان این کیسی وجود داشت که حالا ارزم بزرگ چون تکی هست فقط مقدار ابسولوت ولیو مشتق دوم اینجا میشینه. بعد یه دلتای دیراک روی مشتق دوم بود که من اینجا دستی خودم گذاشتمش صفر، و یه دونم دلتای دیراک روی ترشولد بود که اونم باز مقدار آلفا رو خودم گذاشتم صفر. منتها انتگرال بایستی روی مقادیر منفی مشتق دوم باشه که نقش پیکو بازی بکنه، بنابراین اینا از منهای بینایت تا صفر دارم انتگرال میگیرم، باز این اسامپشن ها رو گذاشتم و این انتگرالش رو که گرفتم شده این. یعنی این همون موجودی بود که من به شما نشون دادم که حالا میشه یه ذره ساده ترش کرد با اون ارور فانکشنش که اینجا نشسته و اون گاما او که نوشته بودم. و اینجا هم اومدم منیپولیت پلاتش رو پلاتش کردم، یعنی بر اساس سیگماهای مختلف، و اینجا میتونید ببینید سیگما یک تغییر بکنه اون شکل در واقع چه بلایی سرش میاد. حالا این سیگما یک رو گذاشتم یک تا یک، در نتیجه این تغییر نکرده. این مثلا فرض کنید بذارم سه و حالا این هم یک تا سه هم میشه تغییر داد و دید که چه بلایی سرش میاد. اگر مشتق اول فیلدتون عوض بشه میبینید ماکسیموم قله میتونه برای ترشولدهای بالاتر بره، این هم در واقع پیک این نمودارتون رو تغییر میده. این پیشبینی نظریه در مورد داده ایست که اگر شما سیگماهاشو بدونید و در نظر بگیرید که سیستمتون گاوسی است. من اینا رو برای آب کراسینگ آماده کردم که حالا توی همون مجموعه که گفتم در اختیارتون قرار میدم گذاشتم. ممنون. خیلی ممنون دکتر. آره ما بعداً اینا رو بهتون میدیم که بتونید نتیجه نظری رو با نتیجه‌ای که از دیتا به دست میاد مقایسه بکنید. الان من دوباره شیر میکنم اون فانکشنی که نوشته بودم رو. فقط یه نکته این که من اینو برای یه دونه دیتا الان نوشتم، فانکشنش نکردم. شما اگه ممکنه همین رو که نوشتید تبدیلش بکنیم به یه فانکشن جنرال به جای اینکه اینجا داریم برای یه دونه دیتا انجام میدیم.